سلام به استدیوی آزادی خوش آمدید امروز پنجشنبه 17 همه ماه دلو سال 1398 است من جکفر احمدی میزبان شماستم مجلس سنای ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را تبرئه کرد در این حال سناتوران دموکرات رأی مخالف در مورد درخواست آنها برای حضور شاهدان و اسناد مرتبط بر روند استیزا در مجلس سنا را اقدام غیر عادلانه خواندند ترامپ سومین رئیس جمهور ایالات متحده است که محاکمه شد و براعت گرفت مجلس سنای ایالات متحده جایی که سناتوران دیشب در مورد ترامپ رایگیری نهایی کردند نتیجه رایگیری هم چیزی بود که انتظارش میرفت سناتوران رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر دو اتهام وارد شده از سوی مجلس نمایندگان محاکمه کردند دو سلسه سناتوران او را بیگناه خواندند و به او در برابر هر دو اتهام برائت داده شد در رای دیشب 52 سناتور به ماندن ترامپ در قدرت رای دادند و 48 سناتور دیگر و برکناری او ترامپ متهم شده بود که بر رئیس جمهور اوکراین به هدف تحقیق در مورد جو بایدن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا و پسرش هانتر بایدن فشار آوردند اتهام دیگر این بود که ترامپ تلاش ورزیده تا از تحقیقات <applause> کانگرس در این مورد جلوگیری کند اما خود او هر گونه خطا را رد کرده هم حزبی های جمهوری ترامپ اکثریت کرسی های مجلس سنا را در اختیار دارند این هم پیام توییتری رئیس جمهور ترامپ پس از بگفته او پیروزی امریکا بر استیزاه مسخره او نوشته که امروز بیانیه ایراد خواهد کرد شمار تلفات ویروس کرونا رو به افزایش است. رقم کشته شده ها از مرز 560 تن گذشت. تعداد مبتلایان به آن هم بیش از 28 هزار تن گزارش شده. بیماران مصاب به ویروس کرونا در حال انتقال یافتن به شفاخانه در شهر ووهان چین. این شهر مرکز شیوع این ویروس است، جایی که ده ها افغان گیر ماندند. سرایت این ویروس به بیرون از چین نیز نگرانی ایجاد کرده. بیش از 200 مورد ابتلا به این بیماری در چندین کشور تایید شده کشورها به شمول ایالات متحده استرالیا و ژاپن در تلاش ساختن واکسین این ویروس هستند سازمان صحی جهان دیروز اعلام کرد که برای مبارزه با کرونا به 675 میلیون دلار نیاز است مقام های ترکیه شمار کشته شده های نشست ناموفق تیاره بوینگ در یک میدان هوایی شهر استانبول را سی تن اعلام کردند و گفته این مقام ها 179 تن دیگر زخمی شدند بوینگ 737 شرکت هوایی پگاسوس از شهر ازمیر به استانبول پرواز کرده بود لحظاتی که تیاره مسافربری پس از نشست در میدان هوایی سبیه استانبول از خط منحرف و سپس چند پارچه شد. رویداد ناوقت چهارشنبه در هوای بارانی و طوفانی رخ داد. با گفته مقام های ترکی، سه تن که در این رویداد جان دادند شهروندان ترکیه بودند. حامل 177 مسافر و 6 عمله بود. تصاویری را که تلویزیون انتیوی تیوی ترکیه نشر کرده نشان میدهند که تیاره به شدت آسیب دیده و داخلش آتش گرفته بود که بعدا کارمندان اتفایه آن را خاموش کردند. پلیس اسرائیل در مورد رویداد تحقیق می که در نتیجه آن چهارده تن زخمی شدند. یک مرد اوایل امروز موتر را بر گروه از سربازان اسرائیلی کوبید. گوشه از بیت المقدس مهاجم موتر را درست همین جا بر گروه از سربازان کوبید. بیرون از یک مرکز تفریحی و فرهنگی. او پس از زخمی ساختن چهارده تن از محل رویداد گریخت. اردوی اسرائیل مهاجم را حراس افغان خوانده و گفته دنبالش است. گروه فلسطینی حماس این رویداد را به عنوان پاسخ به اعلام شده صلح شرقی میانه از سوی رئیس جمهور ترامپ ستایش کرده. ترامپ این طرح را در ماه گذشته اعلام کرد در میان تنشهای به اوج رسیده ای اسرائیل ها و فلسطینیان. طرح ترامپ موسوم به معامله قرن با واکنش تند فلسطینیان به همراه شد. بازی زمستانی مورد علاقه شما چیست؟ در افغانستان که در این اواخر شاهد برفباری های سنگین بوده، جوانان بازی های خوشایند زمستانی را انجام می دهند. در مورد یکی از این سرگرمی ها برای تان می گویم که برای اجرای آن داشتن تخته مخصوص حتمی است. سنوبوردنگ در دامنه از برف کابل تا زمانی که این سرگرمی را خوب بیاموزند بارها خواهند افتاد این شوق مردم را میبینم شوق جوانا را میبینم شوق دخترا را میبینم که مثلا بازی میکنن این قدر میخورن زمین ولی باز هم بازی میکنن فکر میکنم واقعا یک آینده درخشان داره و میتونیم که یک یک چیز واقعا خوبی را بسازیم از این بسیاری از این پسران و دختران عضویت فدراسیون اسنوبوردینگ را دارند تمامیشان شاگردان احمد رومل حیات هستند اینها سخت میکشند تا از او به گناه ای بیاموزند تشکر که استدیوی آزادی را تماشا کردید. اینها و دیگر خبرهای مهم افغانستان و جهان همیشه در صفحه اینترنت و فیسبوک ما قابل دسترس است. تا دیدار دیگر خدا نگهدار.